جمله توفیق به عبادت عملی که در این مورد دوستان اطلاع کامل دارن و بحث عبادت نظری و عبادت عملی و اون که ما در عمل بتونیم اون چیزی رو که در به اصطلاح قالب کلام با خداوند در ارتباط قرار میگیریم در قالب عمل هم بتونیم چیزی رو عرضه بکنیم که همه چی در واقع در حیل آخر العمل نهایتا خلاصه میشه و عبادت به جز خدمت خلق نیست. و بخشی رو که در قالب کلام هست ضمن صرفا زبانبازی های ما تلقی میشه و بدون پشتیبانی عملی همه اون حرفا صرفا همون زبانبازی هایی است که به اصطلاح ما در رفاقت هم به کار میبریم. برای عبادت نظری مساجد وجود دارن، محل های وجود دارن، کلیساها هستن که افراد میان اونجا و شروع میکنن به برحال ادای جملاتی و صحبتهایی، اما مساجدی یا عبادتگاه هایی برای عبادت عملی وجود نمیگیم وجود نداره، ولی بسیار کم هستن. جاهایی که در واقع مساجدی باشه که در اونجا ما بتونیم اون عبادت عملی خودمون رو داشته باشیم. من برای اینکه شاید بعضی از دوستان مهمانمون دقیقاً این مفهوم رو نداشته باشن یه توضیح کوتاه بدم روی بحث رفاقت و رفاقت نظری و رفاقت عملی و اون این که ما در رفاقت‌های خودمون دو مرحله رو میتونیم شاهد باشیم. یک مرحله رفاقت نظری که در اون صرفاً ما شاهد زبونبازی هستیم، مثل اینکه به هم میگیم کوچیکیم، چاکریم، خاک زیر پا هستیم و این دو چیزها. اما اون چیزی که نشون میده یک رفاقت چقدر ریشه داره صرفا در عمل مشخص میشه که ما بهش میگیم رفاقت عملی. یعنی در یک بره زمانی خاص میبینیم شرایطی پیش میاد که یک رفیق باید حضور خودشو به طور عملی در اونجا نشون میده. اگر نشون داد معلوم میشه که در عمل هم رفیقه، اگر نشون نداد معلوم میشه که فقط در حرف رفیق میده و همین اون صحبت ها بی پایه و اساس. در عبادت هم اینطوری است. عبادت نظری صرفا زبانبازی است، سبحان الله، الحمدلله و الی آخره، همون معادل رفاقت نظری است. و عالم بالا زمانی از صحبت‌های ما و از کاری که ما می‌کنیم می‌تونن نتیجه داشته باشن که ما نیاتمون چی هست از این قضایا که در عمل اون چی رو که داریم و اون چی رو که اعتقاد داریم پیاده می‌کنیم. لذا تضمین کننده یک رفاقت و یا یک عبادت بخش عملیشه نه بخش نظریش، درسته؟ بخش عملیه که تضمین میکنه یک رفاقت رو یا یک عبادت رو که اینا معادل هم دیگه هستن. بنابراین هی علی خیر العمل تعیین کننده نتیجه یک عبادت. لذا در دنیای عرفان گفته میشه که عبادت به جز خدمت خلق نیست. چرا؟ چون حالا وقتی که میخوای در عمل رفاقتون رو نسبت به خداوند ثابت کنیم اون خودش که بی نیازه. بنابراین اون چرا که ما عرضه بخوایم بکنیم باید به تجلیاتش عرضه بکنیم، به هستی عرضه بکنیم و خلاصه اینا رو که بخش بخش بکنیم آخر دفعه میرسیم به اینی که خلق ازا دانن لکل خلقو فقط دانن لکل حق. کسی که تونست به خلق نزدیک بشه و حق او نزدیک میشه و
بنابراین این مطلب و این مسئله برای ما فوق‌العاده حائز اهمیته که ما بتونیم بخش عملی رو تضمین کننده بخش حرفی و کلامی حرکت خودمون قرار بدیم و از این رو مساجدی یا عبادتگاه‌هایی ایجاد میشه که در اون دیگه صحبت از کلام نیست، صحبت از زبانبازی نیست. ما زبانبازی هامونو میتونیم در جایی داشته باشیم، در خلوت خودمون هر کاری میخواییم میتونیم بکنیم داشته باشیم، اما به هر حال در این عبادتگاه ها ما عمل رو پشتیبان اون قضیه بکنیم و رفاقت خودمون رو ثابت بکنیم. که حالا بحث عبادت رو هم، منظور از عبادت هم در واقع راه هایی است که ما دنبال میکنیم برای رسیدن به مراحل کمال. عبادت همونطور که میدونید عبد بودن به جا آوردن رسالت بندگی است و رسالت بندگی اینه که کمال خودش رو پیدا بکنه. تو ز چشم خیش پنهانی، اگر پیدا شوی در میان جان تو گنجی نهان آید من. یا به عبارتی بحر اظهار است این خلق جهان، تا نماند گنج گوهرها نهان. کنتو کندن کنتو مخفیان شنو، جوهر خود گم مکن اظهار شو. این مفهوم عبادته که ما اومدیم رسالت بندگی خودمون رو به جا بیاریم. رسالت بندگی اون اینه که کنتو کندن کنتو مخفیان، گنجی بودن مخفی شدن و در واقع همه هستی و همه اون چی که در به هر حال عدم و وجود وجود داره بحث آشکار شدن و ظاهر شدن و خلاصه تجلی پیدا کردن یکی از این رسالت هاست که در قالب این اظهار شدن موضوع کمال مطرح میشه، موضوع ارتقا پیش میاد. خب تمام کارهایی رو هم که انجام میدیم، همه این کارها راه‌های رشد خودمون هست و باز همونطور که میدونید یکی از مقام‌هایی که در مسیر عرفان پیش میاد مقام بی‌منتی است و مقام بی‌تمنایی است و مقام رضا و اینها همه تقریبا مسائل است که دوستان میدونن و توی این راستا اون کارهایی که انجام میشه صرفا به منزله رسیدن ما به کماله و هیچ منتی نه بر خداست نه بر خلق خدا. چون ممکنه کسانی میگن که ما برای رضای خدا این کارو میکنیم، یا کسانی بگن که ما خب منتی رو بر خلق بگذارم، ولی همه اینها میدونیم که هر کاری که در چارچوب به نام عبادت یا هر نام دیگری که انجام میشه صرفا برای یک مسئله است، اونی که اون راه رشد ما رو فراهم بکنه. و میدونیم که ما نمیتونیم بگیم این کار رو برای رضای خدا میکنیم و یا اینه که منتی بر خلق باشه و همه راه ها صرفا به یک مطلب ختم میشه که چگونه ما به کمال میرسیم، چیکار بکنیم که به کمال برسیم. غیر از این اگر باشه یک روز، دو روز، سه روز، روز چهارم انگیزه ما از بین میره و در واقع عبادت عملی مسیر این دریافت ها رو برای ما باز بکنیم. چرا و چگونه شاید خیلی ساده باشه. ما چیزی رو از هستی میگیریم، چیزی باید به هستی پس بدیم. ما از رحمانیت الهی استفاده میکنیم و اون رحمانیت به ما میتابه، ما انعکاسش میدیم روی دیگر. روشن بنگر که آفتاب است آن نور که خانیش گمهتاب. و ما طی یک
مسیر کوتاهی میتونیم جلوه الهی پیدا بکنیم، نه از این طریق که حالا درون ما تغییرات آنچنان گردوشه، چون این خب کارهای خاص خودشو داره. ولی وقتی که ما رحمانیت الهی رو انعکاس میدیم، هر کس به ما نگاه میکنه رحمانیت میبینه. همونطور که ما وقتی به ماه نگاه میکنیم خب و به میزان نوری که داره انعکاس میده ما در روز زیبایی میبینیم. یک شب میبینیم یک هلال باریکیست، یک شب میگیم ماه شب 14 است و به به چه ماه درخشانی از این چیزا و چه مهتابی، در حالی که اون از خودش چیزی از خودش نداره. پس در واقع ما با یک تیر چند هدف رو میزنیم. یکی این که اون جلوه الهی رو پیدا میکنیم بدون اینکه حالا در درون هنوز خیلی کار شده باشه. این خودش یک مطلبی است که توی بحث کوتاه‌ترین راه که طی باید بکنیم این قضیه رو داریم و این جلوه الهی پیدا میشه و در نهایت کمکی هم میشه که در درون هم بالاخره ما اون کاری که میخوام بکنیم در زمان کوتاه‌تری بهش برسیم.